بینندگان عزیز سلام و وقت شما بخیر شما بیننده ویژه برنامه پول هستید من فضل کریم مخلص هستم برنامه امروزی پول را برای فعالیت ها دستاورد و برنامه های شرکت انکشاف ملی اختصاص داده ایم برای وضاحت بیشتر به این موضوعات و پرسش های دیگر آقای ریاضالدین شریفی معاون انسجام امور تولید و تجارت شرکت انکشاف ملی را با خود در برنامه داریم آقای شریفی سلام و وقت شما بخیر شما را به برنامه خوش آمدید میگوی. تشکر زنده باشین سلام خدمت شما و خدمت بیننده های محترم شما امید که شب و رو روز رمضان به خیر سپری و طاعات عبادات همه قبول درگاه حق باشد. تشکر آقای شریفی برنامه رو با این پرسش آغاز میکنیم در مورد صلاحیت ها و مسئولیت ها و امور کاری شرکت انکشاف ملی اگر در نخست بگویید شرکت انکشاف ملی به عنوان یکی از بزرگترین شرکت دولتی برای هماهنگی و اجرای بهتر پروژه ها و برنامه های انکشافی ایجاد شده. و متحد است که با تیم مسلکی و امکانات دست داشته خود پروژه های بزرگی را در سکتور بند و انهار، مادن، ساخت زیربنا، تولیدات انجام بده. در مورد کانال قشتپه اگر بگید کانال قشتپه یک پروژه حیاتی و ملی است. کاری کانال چقدر پیش رفته؟ اهمیتش چقدر برای کشور است؟ کانال قوشتپه واقعا هم که یک کانال بزرگ و یک امید برای مردم ما هستند. کانال پا قسمه که معلومات قبلی شما در جریان هستین و دارین که 285 کیلومتر طول داره از کلدار شروع به آخری انخوی ختم میشه کار فاز اول 95 درصد تکمیل شده و کار فاز دوم کار بن سربند کانال که ۳۵فیصد تکمیل شده و خوشبختانه که فاض دوم نیز آغاز شده و فعلا جریان داره که فاض دوم از دولتآباد شروع میشه که لا آخور انخوی و فعلا عملا در صاحه یهزد ماشینری مصروف کار هست از صاحه دولت آباد الا خوجا دوکو کار جریان دارد و در ضمن سه تا پول سه تا پولی که ما در این مسیر الا دولت آباد داشتیم که پول خط آهن بود و پول حیرتان مزار که خوشبختانه تکمیل و به بهره برداری سپرده شد و همچنان پول دولت آباد که کارش آغاز گردیده با چی تعداد ماشینری و افراد یا اینجنر های افغان در مصرف کار هستند که بجا بی پروژه را به پیش در قشت پا ما کارمندهای نظارتی شرکت انکشاف ملیس و همچنان شرکت هایی که با ما اونجا کار میکنن هستند در کل در قشت پا به صورت مستقیم اینجنر و کارمندهایی که با شرکت ها هستند و با ما هستند در حدود دو تا سه هزار نفر فعلا مصروف کار هستند در کنار کانال قشتیپه که شما مسئولیت پیش به عهده دارید بالای چی تعداد از پروژه های دیگه شما کار را در سال گذشته آغاز کردید و یا هم کار جریان دارد جا دارد که به صورت مفصل تمام پروژه هایی را که شرکت انکشاف ملی در سال گذشته تطبیق کرده و بعضیش در حالت تطبیق است جریان است ما روی از اشاره کنیم ما در کل شرکت انکشاف ملی در چهار بخش سال گذشته کار کردن که بخش بند و انهار بود و بخش ساختمان هست بخش مادن و بخش تولید بند و انهار که ما کانال قشتپه را داشتیم که کانال قشتپه قسمی که براتون معلومات دادیم پیشرفت هایش و همچنان کانال بند کمال خان است که در بند کمال خان 95 درصد پیشرفت کاری داریم که در بند کمال خان 20 کانال فرعی که آب کمال خان را به دشت های نیمروز توزیع میکنه که 20 کانال فرعی داشتیم و طول تمام مجموعی تمام کانال های فرعی را که ما در اونجا داریم 246 کیلومتر طول دارن که کار فعلا در ساحه جریان داره و همچنان بند توری که در ولایت زابل هست کار ساخت ساز بند توری ба мنظورи توлیди بарқ в обیёрӣ تاсис شудه که кاри بندи тوри ه 92 دد تакмил هаст و и بнد مетоنه ک аز بнد о مетоنیм киلواт барқ таوлیд кунیм و هмчنон حдودا 6 ҳکتار زаمین توаسطи بнد обёрӣ مеш در آینده نزدیک ان ما شاهد بهره برداری پروژه خواهیم بود پروژه اصلاح مسیر بازنگری کانال دریاچی نمکاب بود که در سال گذشته ایم صد فصد کارش تکمیل شد و به بهره برداری سپرده شد و همچنان بند سلطان ابراهیم در ولایت سرپول است که سروی مقدماتی صورت گرفته و کار روی دیزاین بند سلطان ابراهیم در ولایت سرپل جریان دارم بند آقاجان در ولایت اروزگان است که سروی مقدماتی در این بند هم انجام شده و فعلا کار روی دیزاینی بند جریان داره کانال فرا هست که در ولایت فرا کار کننکاری از این که چارده کیلومتر طول داره این کانال فیصد کاری از در سال گذشته تکمیل شده که کار در صحه جریان داره که این آب آب فرارود و خشکرود به مقسم به مو گودالایی که در آخر خشکرود است آب فرارود به اونجا انتقال میده جهت ذخیره زخ... زخ... و آبیاری از استفاده میشه در بخش ساختمان ما آغاز کار لات دوم پروژه قصر ملی واقع در زنگ است که قسم که شما مشاهده کردین سالها متوقف بود کارش و خوشبختانه امسال لات دومی از این کارش آغاز شد فعلا به سرعت کار قصر ملی در چارای دیمزنگ جریان داره و آغاز مجدد کار امار پروژه شهرک رایشی لالا موقع قصب است که شهرک لالا هم یکی از شهرک های خوب و استندرد کابل است که کاری ازیم تقریبا به اتمام میرسه و انقریب کارش افتتا میشه آغاز کار مجدد شفاخانه صد بستر ولایت غزنی است که کار توقف بود مجددا کار آغاز شد و در ولایت غزنی کار جریان دارد تکمیلی هفت باب مسجد در شش ولایت است که در سال گذشته تکمیل شد و همچنان ترمیم و تسلیمی 21 باب شفاخانه شهر کابل است که این شفاخانه های بزرگ و کوچک که در شهر کابل بود ترمیم شد و به مالک پروژه که وزارت محترم صحت است و وزارت صحت تسلیم داده شد ترمیم و تسلیم پنج باب شفاخانه کوگنزده و نزده در پنج ولسوالی کابل است که ای این پنج باب شفاخانه قبلا کارش آغاز شده بود در بخش کوید نزده که در ولسوالی های ولایت کابل است و وزارت محترم صحت تسلیم داده شد و همچنان به بهره برداری سپرده شد ریفرم و بازسازی شفاخانه جمهوریت است که کار در ساحه جریان داره که سیستم گذشتهش به سیستم مدرن و رفرم میشه و تبدیل میشه که انشاءالله از شفاخانه جمهوریت هم یک از شفاخانه های بزرگ کشوری ماست و انقریب به یک از شفاخانه های پیشرفته کشور مبدل خواهد شد اعمار شفاخانه چلوپاین بستر در محطه شفاخانه حوزوی ولایت قندهار است اعمار ساختمان دفتر مرکزی شرکت انکشاف ملی است که ما در شرکت انکشاف ملی یک ساختمان جدید را امار کردیم که قریب هم کارهایش تمام میشه شرکت انکشاف ملی دارای یک دفتر پیشرفته و هوشمند خواد بود که یکی از ساختمان های بزرگ افغانستان است آقای شریفی میشه بگید به چی تعداد از پروژه ها در سال گذشته کارشان تکمیل شده و به پایان رسیده پروژه هایی را که روش اشاره کردیم ای پروژه ها تمامش تکمیل شده و بعضی هم که در جریان گفتیم بخش هسته که خدمتان ارائه کردیم همچنان دو سه پروژه دیگه هم مانده که امار ساختمان دفتر مرکزی است و همچنان تکمیم تسلیمی تعمیری از بقی شورای امنیت است آغاز کار 4.3 سه کیلومتر سرک در یک باغ شبرغان است و ما در سال گذشته 82 دو, دو درصد پلانی را که در پروژه ها و در بخش های مختلف داشتیم ما تکمیل کردیم که تمام فعالیت ها در کلیت چون شرکت انکشاف ملی بخش های مختلف کار میکنه پروژه های خیلی زیادی را داره اگر ما با جزیات روی هر کدامی از او بحث داشته باشیم شاید برنامه شما و قدر تحمل شما گفتین باش... که ما 81 درصد از پلان سالانه خود را تکمیل کردیم چی باعث شد که شما 100 درصد تکمیل نشد خب پلان ها اکثرا تطبیق 100 صد درصدی ممکن نیست مشکلاتی که فراروی برنامه های ما هست چون فراروی تمام کشور هست که اکثرا پروژه ها بعضی مواد و خریداری هایش باید از خارج صورت بگیره مشکلات انتقالات از خارج است و همچنان تтبیқ د بъض сاحات ҳаوادиث طبиعӣ باعث میша гاهе ک بъضе баرноمаهо تطبیқ نшه وле ما به عنوان тیم انکиشاфи млӣ با تطبیق 81 درصد پلان خود خود را موفق احساس میکنیم در چین وضعیت تشکر شما گفتید که به ده ها پروژه ملی را شما کارش ادامه دادید و بعدشان به با پایان رسید با چی تعداد مردم به طور مستقیم و غیر مستقیم در یک سال گذشته شما زمینه کار را فراهم کرده بود انکشاف ملی قسمی که گفتیم تنها در پروژه خوشتیپه بین دو نیم تا سه هزار نفر آآ آآ کارمندا به صورت مستقیم و غیر مستقیم کار میکنند اگر در کلیات بگیریم ما به صورت مستقیم و غیر مستقیم تعداد افراد به هزارها نفر میرسه که در پروژه های مختلف و در برنامه های مختلف که ما حالا روی معادن و بخش تولیدات هم خواهیم آمد که ما مصروف کار و تلاش یکی از برنامه های ما در استراتژی مدت ما که فароҳам намудани заمیнаи اшتғاлзاӣ барاи ҳаوатаноنи о сت شمо прوژаهоро гуفتед تатبیқ кардед дар ҳини تатبиқи прوژаهо то چи اندозه شуمо تаوانиستед ҷиلави فасоد бигиред انکишاфи милли бар ҷиلаوگирӣ وа مборза бо فасоد к مекاниزمи хоاси хд о قسمی که به هموطنان ما معلوم است انکشاف ملی توانسته که در مدت زمان یعنی ایجاد یا پس از ایجاد با مبارزه خوب با فساد خوب مبارزه کنه و همچنان ما یک از اداره شفاف در افغانستان باشیم به خاطر جلوگیری از فساد باید ما زمینی فساد محو کنیم یکی از بخشایی را که ما برای عزیز زمینه را محو کنیم این بود که سیستم تدارکاتی شرکت انکشاف ملی یک سیستم دیتابیس حوشمند است که ما تمام شرکت ها وقت خریداری میشه با دیتابیس سپ میشه به پرده سپرده میشه ҳдудан байни чор то панҷ ҳазор ширкат дар системи мо сабт ҳастан ки ҳама фурм пур мекунан шартномаҳо баришон мера ва ҳама вофароишонр пур мекунан бар да систем сабт мекунан систем ба а оба сурати отомот се то ширкати барндара انتخاب میکنه در صدر میاره در صدر اگر در مزایده فروش باشه قیمت بلنده اگر در خریداری قرارداد باشه قیمت نازله در صدر میاره هیچ کسی نمیتونه که در سیستم ما برد کنه اگر هر کسی از مقام درجه یک که رئیسی و جرایی و شرکت انکشاف ملیاتاش تبع است اما مقام پایین هر کسی که در دیتابیس دست میزنه دیتابیس خودش اتومات یادداشت نشته میکنه که دینی دقیقه دینی ساعت دینی بخش این اینجا تغییر کرد و پس از زیکی سه شرکت انتخاب میشه بعد از او از یا زیار میشه بعد قرارداد هم مستقیم از طریق سیستم پرینت میشه قسمی که شرطنامه ارسال میشه و در ما یک رابطی عامه ایجاد کردیم و در اونجا بخش سم شکایات ایجاد کردیم که در این سم شکایات ما شماره ها را تکثیر کردیم حتی در ولایات حتی در هر جایی که ما کار داریم امو بنرایی که ما داریم شماره ها و ایمیل و واتساپ و اونجا نشته کردیم که اگر کدام شکایتی دارین کدام مواردی که شما در ادارات ما میبینین به این شماره ها تماس بگیرین در روابط عامه ما ای بخش ایجاد کردیم یک ای کارمن به خاطر ازی هستند و موضوع دیگه ای که خیلی مهم است مقامات شرکت انکشاف ملی شخص خود رئیس عمومی شرکت انکشاف ملی با پروژه ها و با کارمند ها و با مراجعین در ساحه دید وادید زیاد داره شما در قسمی که در گزارشاتون میبینین سفرهای به پروژه ها به برنامه هایی که ما تحت کار داریم در اینجا نظارت شما به شخص رهبری شرکت از پروژه ها نظارت, نظارت میکنه و همچنان ما به خاطر مبارزه با فساد ریاست نظارت ارزیابی دارم که یا دوامدار نظارت میکنه بخش به خاطر ارتقای ظرفیت کارمندان بخش تکنیکی تان چی گام های را برداشتید ارتقای ظرفیت کارمندا بدون شک یک از بخش مهم در یک اداره است که ما ظرفیت سازی باید داشته باشیم خصوصا در افغانستان ما از جمله کشورهای هستیم که باید الگوبرداری خوب از کشورهای پیشرفته و از کشورهای در حالت انکشاف داشته باشیم جهت بلند بردن ظرفیت کارمندای ما ما برنامه های آموزشی در بخش مدیریت در بخش مدیریت پروژه ها در بخش تدارکات در بخش مالی و همچنان در بخش سیستم های نوی را که ما ایجاد میکنیم در بخش سیستم چون سیستم های تکنیکی هر دو سال بعد سه سال بعد تغییرات می مثلا یکی از آله های مثل جی پی و دی جی پیس و مثل توتال و مثل یا تغییرات در برنامه های از که ما دوامدار برای ارتقای ظرفیت کارمندای تکنیکی ما کارمندای مالی و کارمندای اداری ما, ما برنامه دامدار داشتیم که ما برای در سال گذشته 110 نفر آموزش دادیم در بخش های مختلف ب ب س ت خوشباختانه در افغانستان یک شرکت ملابس به ټکنالوژي مدرنسته شما واختي مراجعه مكنه به شرکت انکشاف ملي یک مراجعين داخل مشه اولن کارش با مو دسکوي اتوماتي کې برخ نوبت گرفته مشه سويچ مكنه بخش ر کار دره برخ از جنوبت ته نمشه بعد به سيستم ساب مشه سيستم دوجا برشون ميگه کې ديني بخش شما مراجعه كنئ وقتی به سیستم مراجعه میکنن در رابطه با میمو به صورت اتومات اسنادای از یا ثبت میشه و از یا یک تیکت داده میشه تیکت رسید اسناد و یا تیکت ملاقات برای از یا داده میشه که شما دهی تاریخ دهی ساعت مراجعه کنید و موضوع بخش های تکنیکی ما امروز ماشینریایی که در قشت پای استفاده میشه خصوصا در بخش پایلینگ پایلای میخی که اونجا زده میشه در افغانستان کم استفاده شده بود و داسګوهایره کې ما در بخش انجینری استفاده میکنیم مثلا فعلا در صحات مو از دی جی پی اس استفاده میکنیم کی قبلان جی پی اس بود ام دی جی پی اس اس کی دی جی پی اس دقت یې از چند ملی استه در اندازه‌گیری و در سیستم اداري مو یک از ادارات مدرن پیشرفته افغانستان است کی انکشاف ملی او ما افتخار میکنم که عضو خانواده اداره انکشاف ملی هست همه و همکاری تان با ارگان های مربوطه در چی سر خب ما یکی از ادارات دولتی هستیم مثل سایر ادارات که بدون شک ادارات به صورت زنجیروی می که با ادارات دیگه همه خوب داریم جلسات مشترک داریم در دا های مشترک بعضن هستیم و بعضن کارهای مشترک داریم با ادارات مختلف یعنی با تمام ادارات دولتی ما کارهای مشترک داریم و یک هماهنگی خوب با ادارات داریم از یک و همکاری <تصفح> که دارین راضی هستید بله بله گاه امکاناتی که ما داریم در دا اختیار ادارات قرار میتیم گاه امکاناتی که وا داره ما از و استفاده میکنیم یعنی اما من خوب است. شکر با عنوان پرسش آخر اگر بگید در سال آینده پلان های انکشافی یا مهمی دارید ایتان چی است؟ قبل از اینکه ما به پرسش آخر بریم جا داره که ما دو بخش دیگر هم خدمت ارائه کنم چون بخش معادن و تولید را نکردیم چون ما در بخش ساخت ساز بودیم. در بخش معادن ما حوزی مدنی بلخواب تقریبا یک سال او چند مقبل از وزارت په تفاهم, تفاهم نامه کی با وزارت محترم موادن داشتیم تسلیم شدیم در یک سال گذشته ما 130 کیلومتر سڑک اونجا تاسیس کردیم وقته کی ما اولین بار به با اونجا حیات ما تشریف برده بود ا نسره هاي بود کې موتره نميتواني وسایط او برمرور کنه اني مو در یک سال گذشته توانستیم کې د اونځي کې کې وسایط خرد نميتواني بره او شرکت انکشاف ملي توانست کې سرکره بسوزه کې موتره تلرم امروز خوشبختانه به اونځو میره زغل بور کریم کنه و هم چې در بخش تاسیسات مون کې ما سه تا تعمیر اداری در اونجا بزرگ ساختیم که یکی در چنگیزی بلخواب یکی در گلورز و همچنان یک تعمیر در مارکت زغالسنگ میدان که ما در میدان وردک یک مارکت فروش زغالسنگ و پروسس ایجاد کردیم که در اینجا چند تا هنگر برای زخایر زغال و برای پروسس ازغال تاسیس کردیم و همچنان یک دفتر منظم در اونجا تاسیس کردیم که کارش هنوز جریان دارد و همچنان در بخش ما تمام بلخا به نقشه توپوگرافی تکمیل کردیم روی نقشه های و نقشه های کار متخصصین ما کار میکنه و همچنان در بخش استخراج که تا حال زمون استخراج مہم جریان داشته و ما حدوداً 380 میلیون افغانی از اون جواید خالص داشته امس بلخ او هم چر در بخش تولید سیمن غوری و فابریکه سیمن جابس راج است که تحت چتر شرکت انکشاف ملی است د فابریکه سیمنټ غوري او سیمنټ جاب سرچ در سال گذشته ما حدودن 148000 ټن 153500 ټن کې 148000 ټن یې از سیمنټ غوري و او باقی یې ش سیمنټ جاب سرچ تولد شت کې فعلاً سیمنټ غوري او سیمنټ جاب سرچ یو کس فابریکات بزرگ افغانستان او خوشبختونه دارای کیفیت خوب بود از لازم کیفی بله فعلا هموطنای ما خیلی زیاد از سمنت غوری استفاده میکنن و رضایت مشتری مشتریای ما خیلی بالاست از سمنت غوری چون سمنت غوری مواد خامی را که ما در افغانستان داریم از لازم کیفی و از فیصدی خیلی بالا است بنان کیفیت سیمتش هم خیلی خوب است بعضی برنامه های است که مثل قشتپا که در سال گذشته بخش فازی اول و پلاو یا تکمیل شده بود و فازی دو و بعضی کانال های فرعی شست که کار میشن و کانال های کمال خان و فرا و بخش شهرک های ماست و ساخت و ساز است و بعضی پروژه هایی که در بخش مساجد است و مکاتب است که نیمه کارا ماندن و فعلا کار روی از جریان داره در کل فعالیت های عمده ما تقسیم کردیم که 48 فعالیت عمده ما در سال آینده داریم در ضمن ما در بخش تولید فعلا یک فابریکه ای را رو روش کار جریان داره و یک بخش تکمیل شده که در جوار دفتر شرکت انکشاف ملی است شرکت انکشاف ملی تصمیم داره که ما قطعات فابریکات مثل پروسسز غل مثله فابریکات سیمنټګوري مثله نیروغای برق حرارتی را قطعات شمو در داخلي افغانستان بتوانیم تولید کړم و فعلاً هم ی فابریکه ما ماشینریای زراعتي را تولیدات ش آغاز کړه کې مثله تریشر او هم قلباوی انوای قلبا او ماشینریایګه په دغه بخش زراعتي مؤاملا تولیدات فلزي را آغاز کړم کې در آیندهها انشاالله برنامههای بزرگ هوا فابریکه که نو کارشه شروع کردیم داریم که ما بتانیم از لحاظ فلزات و از لحاظ قطاعات ماشینری و از لحا قطاعات فابریکات ما بتانیم به خودکفاه برسیمبس زاد تشببهتشر از شما تشر از همارها برنامه شمابخبش بینندان عزز از شما هم جهان سپاس ه تا ن ماا ا то барномаи дигар худо нигаҳдор